هر ساله میلیون ها مسافر میان مشهد و پیش بینی شده که امسال قراره 10 میلیون مسافر بیان مشهد، یعنی از هر 8 نفر یک نفر قراره تعطیلات عیدشو تو مشهد بشه. پس ما تصمیم گرفتیم یک راهنمای جامع و پر از نکات طلایی برای مهمونای عزیزمون آماده کنیم که نکته آخرش از همه مهمتره و کل زندگی و سفرهای آینده تون رو متحول میکنه. پس حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. قبل از اینکه بیای به مشهد چند تا نکته رو یادت نره. اول اینکه لباس متناسب با فصل فقط بر ندار، هواشناسی رو حتما چک کن. الان داره بارون میاد، از طرفی هوا آفتابیه و سردم هست. نکته دوم، اگه تو ایام شلوغ میایین مشهد، به خصوص عید و ایام تابستون، حتما قبلش اقامتگاه رزرو کنید تا با مشکل روبرو نشید. اگه با ماشین شخصی میایین مشهد فقط مقصد براتون مهم نباشه و از دیدنی های مسیر هم لذت ببرید، که در ادامه یه تعدادشون رو براتون معرفی میکنم. و به عنوان نکته آخر باید بگم که اطراف مشهد کل لوکیشن های طبیعت گردی هست، پس اگه قصدتون از سفر به مشهد طبیعت گردیه، لوازم متناسب با اون طبیعت گردی رو یادتون نره. هتل بگیریم، خونه یا اقامتگاه بگیریم، چادر بزنیم. اولین دغدغه هر مسافری که میاد مشهد اینه که کجا اسکان کنه. از ارزون ترینش شروع میکنیم که کمپ کردن. متاسفانه باید بهتون بگم که توی مشهد هر گونه چادر زدن توی هر پارکی ممنوعه و تنها جایی که شما میتونید چادر بزنین و کمپ کنین کمپ قدیر. کمپ قدیر خیلی مجهزه. علاوه بر این که شما میتونین اونجا چادر بزنین، میتونین کلبه هم بگیرین. نونوایی داره، حموم داره، شهربازی داره و کلی چیزای دیگه که ما از اینجا یک ویدیو کامل ساختیم که لینکش رو براتون توی دسکریپشن میذارم. اگه هم هوا مثل الان بارونی باشه یا نتونین چادر بزنین و بخواین یکم بیشتر هزینه کنین، میتونین خونه بگیرین. پیشنهاد ما اینه که از نرم افزار دیوار استفاده کنین. توی دیوار خیلی از مردم مشهد موقعی که توریست‌ها زیاد میان خونه های خودشون رو اجاره میدن با قیمت خیلی مناسب‌تر و حتی چند تا خانواده میتونین برین توی خونه و کلی تو هزینه‌هاتون صرفه‌جویی کنین. یادتون باشه اگه خواستین خونه بگیرین، بلوار تبرسی که الان اسمش شده امام جواد و بلوار امام رضا بهترین لوکیشن‌های برای خونه هستن، چون نزدیک‌ترین نقاط به حرم. و اما میرسیم به گرون‌ترین اسکان‌ها، هتل‌ها. توی خیابون امام رضا که نزدیک حرم امام رضا هست کلی هتل داریم، ولی که این هتل ها خیلی گرونه، مثل هتل هما، هتل درویشی، هتل قصر طلایی. اما براتون یه آفر ویژه داریم، اونم این که توی کوچه پس کوچه های نزدیک خیابون امام رضا کلی هتل هستش و این هتل ها به صرفن و خیلی هم ارزون ترن. اما در مورد هتل ها این نکته رو یادتون باشه که هر چقدر از حرم امام رضا دور بشیم و به آخر خیابون امام رضا برسیم، هتل های ارزونتر و با قیمت مناسب تری پیدا میشه. همینطور تو کوچه پس کوچه ها پر از هتله و لازم نیست حتما از هتل های حاشیه خیابون رو رزرو کنیم. این هتل درویشیه، هتل 5 ستاره درویشی. این ورم میتونین هتل الماس رو ببینین، از گرانترین و لوکس ترین هتل های مشهد. بچه یه چیزی در مورد هتل رزرو هتل و هتل گرفتن یادتون باشه که هیچ وقت از آدمایی که کنار خیابون هستن به اصطلاح بهشون میگن زوارکش هتل نگیرین، اقامتگاه نگیرین، به خاطر اینکه اونا یک درصد سودی باید هتل دار باید بهشون بده. اون درصد سودو از شما میگیره هتل دار، یعنی اضافه میکنه روی مبلغ اقامت شما. و اما میرسیم به بحث مورد علاقه خانما، خرید. کجا بریم تو مشهد برای خرید کردن؟ ما یک ویدیو مفصل درست کردیم که توی اون ویدیو بازارهای مهم و معروف مشهد رو معرفی کردیم که برای اطلاعات بیشتر میتونیم به اون ویدیو مراجعه کنید. و حالا میرسیم به مهمترین بخش این ویدیو، معرفی جاذبه های گردشگری مشهد. خیلی ها
به قصد زیارت امام رضا میان مشهد. اما مشهد به جز حرم امام رضا دیدنی های مذهبی دیگه ای هم داره، مثل آرامگاه خواجه ربی، خواجه مراد و خواجه عباسم، آرامگاه پیر پالان دوست و یاسر ناصر. خیلی فکر میکنن مشهد فقط جاذبه های مذهبی داره، اما عارضم به خدمتتون که مشهد علاوه بر دیدنی های مذهبی کلی جاذبه های گردشگری دیگه هم داره. مثلا انواع موزه ها رو داریم، موزه آب داریم، موزه نون داریم، موزه برق داریم، نه موزه برق نداریم، موزه حموم داریم، حموم شاه، کافه موزه داریم و مجموعه موزه های حرم امام رضا رو داریم. از جاذبه های داخل شهر مشهد میتونیم به خونه های تاریخیش اشاره کنیم که یکی از این خونه های تاریخی خونه داروغ است که ما الان داخلش هستیم. البته مشهد خونه های تاریخی دیگه هم داره، مثل خونه توکلی و خونه تاریخی ملک. مشهد غنی از پارک، کوه پارک داریم، رود پارک داریم، زیست پارک داریم، پارک مینیاتوری داریم، اینجایی که الان هستیم باغ مشهد و خب کلی پارک های دیگه هم هستش که در ادامه تصاویر منتخب ازشون رو خواهید دید. اطراف مشهد کلی جاذبه های گردشگری دیگه هم داریم. اول از همه به روستاهاش میپردازیم. بیشتر روستاهای دیدنی مشهد اطراف ییلاقات ترقب شاندیز هستن، مثل روستای زشک، کنگ، ازقر، نقندر و مایونات. کی گفته مشهد جنگل نداره؟ ما جنگل وکیل‌آباد رو داریم، جنگل طبیعت شاندیز رو داریم، جنگل پردیس رو داریم. اگه کفشای کوهنوردیتون رو برداشتین این قسمت مخصوص شماست، چون مشهد کلی جاذبه های طبیعت‌گردی و ماجراجویی داره. قله زو، قله چینگ کلاق، هفت حوض و غار مغان که پیشنهاد میکنم این دوتای آخرش رو حتما برید. کلی مشاعر ایرانی هستش که با اومدن به مشهد میتونین ببینیشون، مثل کمال الملک، عطار، خیام، فردوسی، اخوان سالس و شجریان. اگه وقت بیشتری داشتین و میتونستین از مشهد دور بشین، این دیدنی‌های رو که بهتون میگم رو از دست ندید. اول از همه آبشارها رو بهتون معرفی میکنم. آبشار آبگرم، اخلمت، ارتوکن، چارتکاف و بوژان. کلی ماجراجویی‌های خفن دیگه هم اطراف مشهد داریم، مثل هفت‌غار نیشابور و غار مزدوران، دهکده چوبی و میل رادکان و میل اخنگان و تخت پلنگ رویایی.
و باید بگم که این جاذبه های گردشگری که ما براتون معرفی کردیم اینجا تموم نمیشه. اگه میخواییم بیشتر در مورد جاذبه های گردشگری بدونیم، حتما کانال رو دنبال کنید تا با دیدنی های بیشتر آشنا بشید. خب همونطور که میبینین لباس های من عوض شده و مثل این خانوم ها که جشن عروسی میرن لباس عوض میکنن توی ولاگ، این دفعه اول که لباس عوض میکنن چون امروز فرداست، یعنی امروز یه روز دیگه است. دیروز از ساعت 11 تا ساعت 8 شب ما تو شهر میگشتیم و جاذبه ها و دیدنی ها رو همجوری براتون فیلم میگرفتیم. براشون در حد چند دقیقه گذشت ولی تا 8 شب طول کشید و شب شد و تاریک شد و دیگه گفتیم بریم بقیه‌اشو فردا ضبط کنیم. و اینکه دیروز هوا سرد و زمستونی بارونی بود، امروز هوای مشهد صاف و آفتابیه، برای همین بود که گفتیم به هواشناسی نگاه کنین وقتی که میخواییم بیان مشهد. میرسیم به بحث شیرین سوغاتی. همین اول باید خیالتون رو راحت کنم که سوغاتی های کل ایران توی مشهد پیدا میشه. اگه به خانومتون گفتین رفتین شمال اما اومدین مشهد، از اینجا میتونین کلوچه لاهیجان پیدا کنین. اگه به خانومتون گفتین رفتین اصفهان ولی اومدین مشهد، از اینجا میتونین گز اصفهان بخرین. اگه به خانومتون گفتین رفتین قم اما اومدین مشهد، از اینجا میتونین حتی سوغات قم هم پیدا کنین. اما اگه واقعا اومدین مشهد، اینجا سوغاتی مخصوص خودش هم داره، مثل نخود، کشمش، زرشک، زعفران، نبات و کلی خوراکی که میتونین از اینجا خیابان امام رضا و تمام خیابونایی که به حرم منتهی میشه انواع اقسام سوغاتی ها رو بخرین. اینجا مرکز سوغاتی فروشی است. خب تقریبا تمام مشکلاتمون برطرف شد، اما هنوز یه مشکل مونده. اونم چیه؟ شکممون. غذا چی بخوریم؟ کجا بریم غذا بخوریم؟ در ادامه نیازهای شکموی باید بگم که شما توی مشهد گشته نمیمونین. همین خیابونای مشهد پر از رستوران و فست فود. و اما برای تجربه غذاهای محلی و نونای سنتی، متاسفانه شهرهای بزرگ مثل مشهد نمیتونیم پیدا کنید. اما میتونیم بریم ییلاقات و ترقبه و شاندیز و اونجا تجربه غذاهای محلی رو داشته باشیم. ما فکر همه جا رو کردیم. یکی از بدترین اتفاقاتی که توی سفر ممکنه براتون بیفته خراب شدن گوشی موبایل. برای تعمیر گوشی موبایل خیابون احمدآباد یکی از بهترین جاهاییه که میتونیم بیاییم، پر از تعمیرگاه تخصصی و فروشگاه موبایل. هیچ دور از انتظار نیست که آدم توی سفر مریض بشه. اگه خدای نکرده توی سفر به مشهد مریض شدیم، هیچ جایی نگران نیست، چون مشهد پر از بیمارستان‌های دولتی مثل امام رضا، قائم، هاشمی نژاد از همچنین کلی مطب‌های دکتر و بیمارستان‌های دیگه داره. همچنین باید بدونید مشهد قطب توریست درمانی و خیابون احمدآباد پر از متخصص‌های متخصص. میرسیم به نکته آخر، نکته طلایی، مسیریاب. تمام این جاذبه های گردشگری که براتون معرفی کردیم رو میتونید تو مسیریاب پیدا کنید. ما خودمون که تو مشهد هستیم هم همیشه از مسیریاب برای این جایی که میخوایم بریم استفاده میکنیم، چون ترافیک و کوچه پس‌کوچه‌های زیادی هست و خیلی بهتون کمک میکنه که گم نشید. نه فقط تو سفر به مشهد، بلکه تو تمام سفرهاتون میتونین از مسیریاب استفاده کنید. مثلا ما از مسیریاب نشان استفاده میکنیم که توش میتونین حتی رستوران‌ها، هتل‌ها، جاذبه‌های گردشگری و هر چیز دیگه‌ای که بخواین رو پیدا کنید. این آخرین ویدیویی که از ما تو امسال میبینیم، پس عیدو بهتون پیشاپیش تبریک میگیم و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. هر سوال و نظری در مورد سفر به مشهد دارین توی کامنت ها از همون بپرسین، ما دو نفری جوابتون رو میدیم. تا ولاگ بعدی، خدا خوش باشین.